یه اتفاق دیروز افتاد در مورد چمن ورزشگاه آزادی، خیلی فاجعه است دوستان، این خیلی بده. بریم ویدیوشو ببینیم، بیاییم من یه سری صحبت دارم با دوستان. این وضعیت ورزشگاه آزادی بود که با هم دیگه تماشا کردیم. نمیدونم مسئولان ورزشگاه آزادی، دوستان در شرکت توسعه و تجهیز، این ویدیو رو دیدن به چی فکر کردن؟ یعنی شما مسئولیتتون چیه پس؟ چی کار دارید میکنید؟ چرا همیشه تو لیگ قهرمانان آسیا تو این دو هفته 24 ساعت مونده به برگزاری بازی یه ویدیویی پخش میشه که واسه تمسخر همه میشه؟ نیمار رو ببینید که چی گفته. گفته اصلا این غیر ممکنه، با استیکر خنده داره بهمون میخنده. یعنی بهتون بر نمیخوره آقایمون، یعنی آقای حالا اسلامی برم، ولی بهتون بر نمیخوره. شما اصلا فکر نمیکنید به آبروی ایران، به آبروی ورزش ایران که همه براش سالهای سال تلاش کردن، این چه وضعیتیه؟ یعنی یه بار شوخی کردیم، خندیدیم، بعدش اومدیم گفتیم امیدواریم که شرایط درست بشه، گفتیم همه کمک میکنن، ولی بس کنید دیگه. یعنی دو تا حالت بیشتر نداره، یا با برنامه ریزی دارید این کارو میکنید که وای به حالتون، یا سوء مدیریتی که خب استعفا بدید با یه خداحافظی همه رو خوشحال بکنید. این که نشد که هر اتفاقی که داره میفته واسه تمسخر مردم ایران شده، عذرخواهی هم نمی‌کنید، پاسخگو هم نیستید. الان ما چیکار کنیم؟ نمی‌خوایم آقا، نمی‌خوایم که لیگ قهرمانان آسیا میزبان باشیم. کیو ببینیم؟ چه جوری بگیم به شما؟ این که نشد که یه بار آسفالت، یه بار چمن، بعد سازمان بازرسی اومده اون چمنه رو ببره آزمایش کنه که آب دریاچه ریختید توش یا نه. آخه مگه میشه؟ یعنی اگه کسی بخواد برنامه ریزی بکنه، یه همچین کاری بکنه، نمیتونه که شما دارید این کارو میکنید. یه جایی خواهشان رعایت بکنید دیگه. یعنی خیلی این بده که نیمار بیاد اینو بذاره بگه غیر ممکنه این اتفاق. برای یه چمن، همین بازی آسیایی که داره برگزار میشه، ورزشکارای ایرانی دارن سخت تلاش میکنن، زحمت میکشن که یه مدال بگیرن، پرچم ایران بره بالا، و شما به همین راحتی دارید با آبروی ورزش ایران بازی میکنید بدون اینکه پاسخگو باشید. بعد صحبت میکنیم باهاتون، میگیم بیایید توضیح بدید، میگید که نه ما از هفت صبح جلسه ایم. خروجی جلسات شما اینه الان؟ با یه خداحافظی همه رو خوشحال کنید واقعا. چی بگیم آقا؟ نه من هیچ نکته، همینه که دارید میگی درسته دیگه. فقط به وای به حالتون که یه وای به حالمون هم داره دیگه. یعنی وای به حال مایی که اصلا این چیه الان؟ این چه روشیه؟ این چه مهندسی که دارید میکنید؟ بعد چرا ویدیو پخش میشه؟ یعنی هیچ کنترلی، حتی ببین من میگم هر اتفاقی میفته، حتی کنترل برای اینکه از اونجا ویدیوی در نیاد هم وجود نداره. یعنی آقا میدونیم هممون که حالا عمر چمن تموم شده، بگید آقا نمیتونیم، این ورزشگاه باید کلا بره تو بازسازی، میزبان نمیتونیم باشیم. بعد حالا تیما میدونن و AFC دیگه برن صحبت کنن که آقا کجا بازی کنیم، چه ورزشگاهی به عنوان میزبان اعلام بکنیم، اون میره توی فضای دیگه. ولی اینکه الان بخوایم این کار رو انجام بدیم، بعد واقعا من موندم که چرا همیشه قبل از بازی این اتفاق میفته؟ این همه زمان داشتید دیگه، چرا دیروز این ویدیو پخش شده؟